سلام دوستان، وقتتون به خیر باشه. 3 هفته پیش همچین روزهایی بود که ایران حمله ای رو انجام داد به رژیم، علیه رژیم صهیونیستی. همه در دنیا درباره صحبت کردن، در حیرت بودن چی بود، با چه کیفیتی بود و حرفای از این دست. ما از همه اینها میخوایم عبور بکنیم. نکته ای رو میخوام خدمت شما عرض بکنم به نقل از یک نشریه آمریکایی، یک هفته‌نامه آمریکایی، هفته‌نامه نیشن، اومده پرداخته به همین مسئله خیلی تند، با ادبیات بسیار تند علیه رژیم صهیونیستی صحبت کرده. بعد گفته اتفاقی که اون شب رخ داد حمله ایران به رژیم صهیونیستی نبود، ایران آمریکا رو خنثی کرد. میگه ایران آمریکا رو در منطقه غرب آسیا خنثی کرد، اتفاقی که سالیان سال به دنبالش بود. با حماقت رژیم و حمله ایران به مرکز رژیم فضایی به وجود اومد که این اتفاق بیفته. گزارش فوق‌العاده است و متفاوت است با چیزهایی که قبلا مرورش کردیم. میخوایم بریم بخشش رو با هم بررسی بکنیم. ابتدای گزارش به این اشاره کرده، گفته جزئیات درگیری های اخیر در منطقه نشان میدهد که اسرائیل نه رهبر پیروز یک ائتلاف ضد ایرانی، بلکه منزوی و تنها در منطقه است. همه اومدن کمکش کردن، اینجوری که شما میگی امارات کمکش کرده، عربستان کمکش کرده، ترکیه کمکش کرده، اردن بیشتر از همه کمکش کرده. پس چرا شکست خورده است؟ چرا بازنده است؟ چرا منزویه؟ ایران قرار بود اینها باشه، پس چرا رهبر پیروز نیست؟ ایران اینها شده. چون ما برای مرور یک حقیقت با روایتی که بوق‌های رسانه‌ای ارائه میدن کاری نداریم، با اتفاقاتی که در خیابان‌ها در حال رخ دادن کار داریم. ما با افکار عمومی کار داریم، ما با ادراک ملت‌ها کار داریم، ما با حقایق میدان کار داریم. اینها چیز دیگری میگوید. بریم ادامهش رو بررسی کنیم. یه پس از اینکه اسرائیل، آمریکا، انگلیس، فرانسه و اردن در رهگیری موشک‌ها و پهپادهای ایرانی شلیک شده به تأسیسات نظامی اسرائیل به یکدیگر کمک کردن، رئیس جمهور بایدن به نتانیاهو گفت به همین پیروزی اکتفا کن. حالا در ادامه توضیح میده، میگه این زده لجنمالش کرده، زده رژیم رو لجنمال کرده. ولی خب اینها چاره‌ای نداشتن برای اینکه حیثیتشون به لحاظ رسانه‌ای حفظ بشود. برای اونهایی که هنوز به بوق‌های رسانه اینها توجه میکنن، مجبور بودن اینها رو بگن. میگه چندی بعد سخنگوی امنیت ملی کاخ سفید به شبکه CNN رفت تا مدعی پیروزی شود. به کلماتی که به کار میبره دقت بکنید. یک پایگاه آمریکایی میگه رفت که مدعی پیروزی بشه، یعنی میگه ایران زده، عملیات کرده، با خاک یکسان کرده، اهدافش هم اونهایی که مد نظر داشته رو بهش رسیده. اینا چاره ای نداشتن جز این که این رفتار رو داشته باشن. میگه رفت به یکی از رسانه‌ها، به CNN رفت، برای اینکه بتونه مدعی پیروزی بشه و گفت این یک موفقیت باور نکردنی بود. اینکه اسرائیلی‌ها دوستانی در منطقه دارند و آنها در سراسر جهان دوستانی دارند که مایل به کمک به آنها هستند. میگه اما بررسی دقیق‌تر تنش‌های اخیر اسرائیل با ایران به سختی برای تل آویو یک برد محسوب می‌شود. جزئیات این ائتلاف نشان می‌دهد که اسرائیل پیروز اتحاد ضد ایران نیست، بلکه بازیگر منحوس و تنها در منطقه ای است که در حال ورود به عصر جدید است. خیلی جالبه. سالیان سال تلاش کردن ایران تو این فضا قرار بگیره. کاریکاتوریستاشون وابسته به وزارت خارجه رژیم صهیونیستی کاریکاتور می‌کشیدن، نشون می‌دادن که مثلا رژیم صهیونیستی و کشورهای عربی رو در قالب آدم‌های نشون می‌دادن که اینا با هم رفیق شدن، دست انداختن گردن هم دیگه. ایران نشون می‌دادن ناراحت، اون تواکساده، بعد مثلا رهبرش توی آینه نگاه می‌کنه، تو این 4-5 آینه جلوشه نگاه می‌کنه، تو یکیش مثلا خودش رو می‌بینه این یمنه، تو یکیش خودش رو می‌بینه این مقاومت لبنانه، تو یکیش برعکس، مثل اینکه کشیده بودی کاریکاتورا رو. اونور فضاش متفاوته، اینور بدبخت بیچاره افتادن دور هم دیگه، حکامی که مردمشون هم قبولش ندارن. این گزارش اینجوری که این داره توضیح میده، ماجرا طور دیگری است. ماجرا این چیزی نیست که اینها در رسانه‌هاشون میگفتن. ماجرا این است که رژیم یک عنصر منحوسه، یک بازیگر منحوسه در منطقه‌ای که تنها درش مونده و داره وارد یک عصر جدید میشه. بریم ادامهش رو ببینیم. میگه اول آوریل اینها یک حمله هوایی کردن به کنسولگری ایران در دمشق. بعد از اینکه حمله رو انجام دادن، وارد یک نقض آشکار قوانین بین‌المللی شدن. اینم به شما عرض بکنم دوستان، طرف غربی و اونهایی که در مقابل ما ایستادن، به رفتارشون با ملت‌ها نگاه بکنید، چه آمریکا چه رژیم صهیونیستی، به کشتاری که در افغانستان انجام دادن، به کشتاری که در عراق انجام دادن و جنایاتی که در غزه می‌کنن، اینا کار از دستشون بر بیاد انجام میدن.
اگر جای ساکت نشستن به این دلیل نیست که دارن خیشتن داری میکنن، زورش نمیرسه. و اگر میخوای ساکت سر جاش بشینه، تو باید یک پله بالاتر باشی. عبور بکنیم. میگه که اینا اول آوریل اومدن حمله کردن، نقض آشکار قوانین بین المللی بوده. ایران در طول سالها ضربات متعددی را از سوی اسرائیل دریافت کرده، اما ترجیح داده بود با همان قدرت پاسخ ندهد. این بار تهران محاسبه کرد که جنگ سایه زمان به نفع ایران است، که در جنگ سایه زمان به نفع ایران است. میگه 13 روز ایران صبر کرد. بعد از 13 روز صبر ایران لبریز شد و پس از حمله به کنسولگری، ایران اولین حمله موشکی مستقیم خود علیه اسرائیل را انجام داد. بعد از 70 سالی که این ناپاکی‌ها در منطقه ما هستن، نمک به حرام‌هایی که عکس کوروش روی سکه‌هاشون هست، نام کوروش کبیر روی خیابان‌هاشون هست، ولی نمک به حرامی به خرج می‌دهند علیه ایران و ایرانی، ولی همزمان جشن ایرانی کشی برگزار می‌کنند. تو همچین شرایطی میگه برای اولین بار لازم بود یکی اینا رو موشک باران بکنه و در حسرت این داستان ها بود. ایران این کار رو انجام داد. میگه موفق شد این کار رو انجام بده. ایران در طول سالها ضربات معتدی زده بود، منتظر این لحظه بود این ضربه رو به اینها وارد کرد. به گفته مقامات آمریکایی این خیلی مهمه، چون اینا همیشه تاکید دارن میگن اصابتی به اون صورت نبوده. اصابت هم اگر بوده، عکسایی که منتشر کردیم و دیدیم، یه خورده مثلا از کف آسفالت بلند شده. یه دونه از عکساشون که خیلی سوژه شده بود نشون میداد که کف زمین خاکاش برداشته شده، بعد یه تپه خاک اونور ریخته شده. خب موشک خودش اینا رو زده ریخته ها، عجب موشک با کمالاتیه. باریکلا. میگه که اونجوری که مقامات آمریکا میگن، حداقل 9 موشک به پدافند هوایی اسرائیل آسیب رسانده و به 2 پایگاه هوایی اسرائیل ضربه زده. من یه چیزی داخل پرانتز خدمت شما عرض بکنم، میگه 9 تا موشک به پدافند هوایی اسرائیل و پایگاه‌های رژیم آسیب زده. اگر این ادعا درست باشه، که ما اصلا میگیم خیلی بالاتر از اینها بوده ضربه‌ای که پرتابه‌های ایران زده به لحاظ عدد، ولی این 9 تا رو بخوایم در نظر بگیریم، بخوام به شما توضیح بدم که یعنی چی، سادهش بخوام بکنم برای شما، باید بگم که یعنی 9 تا پرتابه‌ای که هر کدومش به اندازه یک ساختمان 4 طبقه میتونسته ویرانی ایجاد بکنه. این حرف بنده نیستا، این که هر کدوم از این پرتابه ها این خسارت رو میزنه اثر نظری هست که سخنگوی ارتش رژیم جلوی خبرنگار بی بی سی فارسی که اسرای ناجی که رفته بود اونجا مصاحبه گیری جلوی اون مطرح کرد. پس من از خودم نمیگم، این 9 تایی که حسابات کرده هر کدوم ویرانی که به جا آورده به این شکل بوده: یک پایگاه رو در جولان اشغالی زده، یک هواپیمای قولپیکر رژیم رو زده، یک هواپیمای باربری، یک مرکز فرماندهی و کنترلشون رو زده، یک آشیانه رو زده، یکی از محلهایی که نظامی هاشون درش استراحت میکردن مورد اصابت قرار گرفته، باند فرودگاه. درباره دیگر عملیاتایی که انجام شده توسط موشکا و خساراتش من خیلی اطلاعاتی ندارم، ولی این بخشی از این چیزی است که اتفاق افتاده. ایران دقیقا دنبال همین بوده. حالا تو میخوای برو بگو 99% زدم، 86% زدم، 25% زدم، فرقی به حال من نمیکنه. من میخواستم این 9 تا به اهداف برسه که رسیده و اصابت کرده. ادامهش رو ببینیم. میگه 9 تا از اینها اصابت کرده، ضربه زده، ویرانی به وجود آورده. به نظر میرسد که ایران با موفقیت عمل کرده، زیرا هدف ایران نه آسیب رساندن بلکه نشان دادن ظرفیت ایران برای انجام این کار از طریق نفوذ به پدافند هوایی اسرائیل بود. ایران میخواست قدرت خود را به نمایش بگذارد. میگه علاوه بر این، ایران اطلاع داده بود که میخواد این عملیات رو انجام بده. من چندین جا هم این بحث دیدم، وطن فروشا میگن جرأت نکردید حمله کنید، اطلاع دادید. ما اصلا اگه اطلاع هم نمیدادیم، این استارت پهبادامونی که زدیم مشخص بود که این 4 ساعت بعد میخواد بیاد رو سرمون. پهباد این شکلی نیست که مثلا 5 دقیقه دیگه اونجا باشه. موشک نیست که 3 دقیقه بعد برسه به هدف، 7 دقیقه بعد برسه به هدف. تو استارتو میزنی اون فهمیده. من وقتی با پهباد شروع کردم، یعنی داشتم میگفتم آرام آماده باش و همه پدافندیات رو بچین، جنگنده هاتم بلند کن، بد میخوام بگم دنیا دست کی. ادامهش رو ببینیم. میگه ایران به اینها اطلاع داده بود که میخواد این عملیات رو انجام بده. میگه به خاطر همین اسرائیل، ایالات متحده و شرکا زمان کافی برای برنامه ریزی برای هدف گرفتن پهپادهای ایران و موشک‌های ایران رو داشتن. دقت بکن، ببین با هرس نوشته متنو، با هرس نوشته. توی بخشی از جملاتش مشخص میشه. الان خدمت شما عرض میکنم. برای مثال این جمله میگه: این ایالات متحده و شرکای آن، نه اسرائیل، بودند که موشک‌ها را رهگیری کردند. حالا اسرائیل میگه فقط 25% خورده. اگر این ادعایی که این داره میگه درست باشه، یعنی آمریکا و
متعدینش پرتابه ها رو زده باشن، رژیم صهیونیستی نتونسته باشه، نتونسته کاری کرده باشه، کمان که توی مقابله پدافندیاشون با موشکان این قابل ملاحظه بود. اگر این ادعا درست باشه و خب رژیم و دیگرانی که در میدان بودن فقط 25% زدن دیگه، یعنی این کل کاری بودی که رژیم تونسته در مقابل پرتابه های ایران انجام بده. میگه ایالات متحده و شرکاش رفتن مقابله کردن، رژیم کار نکرده. با این حال برخی از موشک ها از پدافند هوایی عبور کردن که هم آسیب پذیری اسرائیل و هم بیفایده بودن تحریم های ترامپ و بایدن را که قرار بود جلوی پیشرفت نظامی ایران را بگیرد آشکار کرده. اگر ایران هشداری نداده بود و اسرائیل کمک های آمریکا را نداشت، احتمالاً آسیب به مراتب بیشتر میشد. اسرائیل چند روز به مقابله پرداخت با فرونشستن گرد و غبار، همانطور که دیپلمات های اروپایی به ما گفتند وجه اسرائیل از حیث آسیب ناپذیری در هم شکست. اسرائیل همچنین آزادی عملی را که برای چند دهه از آن برخوردار بود از دست داد، آزادی عملی که با آن اجازه میداد به کشورهای همسایه بدون مجازات ضربه بزند. نباید غافل شد که موشک‌های ایران به نوعی یک اتحاد نظامی جدید بین اسرائیل و کشورهای عربی را آشکار کرد. بله، این بخشی از حقیقت بود که نشون داد سعودی، اماراتی‌ها و دیگران کار اطلاعاتی برای رژیم کردن، اردن تلاش کرده با پرتابه‌هاش مقابله بکنه و این یک اتحاد نانوشته‌ای بود که اینها علیه ما به راه انداخته بودند، می‌خواستن صداش در نیارن. می‌خواستن برای روز مبادا که یه دفعه ایران می‌خواد ضربه‌ای بزنه، یه غلط خیلی بزرگی مثلا بکنن، ایران بخواد ضربه بزنه، همه بیان کمک دستش هم. میگه این مشخص شد، در این ماجرا مشخص شد. یه طرف دیگه هم داره این مسئله، عیارش هم مشخص شد. بله، عیارش هم مشخص شد، همه فهمیدن که چیزی از این داستان در نمیاد. بریم ادامهش رو ببینیم. میگه مهمتر از آن برخی از کشورهای خلیج فارس بودن. میگه این اتحاد رو بذارید کنار، ما میگیم اوکی اتحاد کشورهای عربی با رژیم مشخص شده. میگه ولی این نیست اصل قضیه. اصل قضیه اینجا که اگر اتحادی بین اینها عیان شده است، اون طرف دیگه ماجرا کشورهای خلیج فارس بوده که میزبان پایگاه‌های آمریکایی هستن و اومدن به آمریکا هشدار دادن، گفتن ما نمیتونیم از پایگاه‌های این کشور برای عملیات علیه ایران استفاده بکنیم. تهران به این کشورها هشدار داده که اگر به آمریکا اجازه دهن از قلمروشان به ایران حمله کنن، هدف قرار خواهند گرفت. همانطور که دیپلمات کهنه‌کار آمریکایی گفته، به یک معنا ایران به خونسازی نیروهای آمریکا در خلیج فارس دست یافته، مسئله‌ای که مدت‌ها به دنبال آن بود. در نتیجه حمله به کنسولگری ایران در دمشق، باعث مجموعه ای از این رویدادها شد رژیم صهیونیستی که منجر به توازن قوای جدید و کمتر مطلوب بین کشورها شده، در حالی که میتوان آن را یک پیروزی برای ایران خوان. اما در پشت این چرخش تحلیلگران نظامی اسرائیل باید عمیقا از حمله اول آوریل پشیمون بشن. فوق العاده است، گزارش فوق العاده است. 10 بار ما بیایم بشینیم توی فضای فارسی زبان با رسانه‌های فارسی زبان، در هر به اصطلاح خودمون جایی که بگید، بگیم بسم الله الرحمن الرحیم حمله ما موفقیت آمیز بوده است، باز یک عده ممکنه بگن که با اغراق دارن میکنن. اینا اغراق دارن میکنن. طرف مقابل وقتی نگاه میکنه میگه تو یه کاری انجام دادی، هم ما رو خونسا کردی، هم باعث شدی که حیثیت خودت بره، هم ناتوانیت مشخص بشه، هم یه سری کشورها دستپاچه شدن، به آمریکا میگن ببر بیرون تسلیحات تو از کشور ما، ببر بیرون برامون داستان میشه، و هم کمک کردیم بتونه برتری پیدا بکنه و خروجی و ترجمه ساده ترش این که تو باید پشیمان باشی از کاری که انجام دادی. رژیم حمله کرد به سفارت ایران، کاری که هر کسی میتونه انجام بده. شما علیه هر سفارتی الان میتونی بری سنگ بندازی. بعدش مهمه. و ایران پاسخی داد که این پاسخ امروز اینها رو به این حرفا و این وضعیت انداخته. من طولانی ترش نمیکنم. اگر نکته چیزی بود در قالب پیام برای من بفرستین، کمک بکنید که برنامه ما با پیام های ارزشمند شما کامل‌تر بشه. ایران 14313 پل ارتباطی من و شما هست، حتما پیام بفرستید، ما منتشر خواهیم کرد. خاک پای همه رفقا هستم، خیلی مخلصم، خیلی ارادت دارم، وقتتون بخیر.